پس بالاخره جلال تابش رو زمینگیرش کردیش. هنوز مونده تا زمینگیر شه. اگه بمیره چی؟ فکر نمی کنی خیلی تون رفتی؟ اصلا دوست ندارم بمیره. مردن براش کمه. کینه تو بعد این همه سال هنوز تازه است. تو همه این سالا که داشتم خودم از فقر و بدبختی و کثافت نجات میدادم و پله پله بالا میومدم، فقط یه آرزو داشتم. حالا که داری بهش میرسی. آره، اما یه چیزی هست که داره اذیتم میکنه. اما من تو این سالا خیلی جون کندم، دویدم، له له زدم، فوش شنیدم، مثل سگ کتک خوردم، هر کاری که نباید میکردم کردم. شما هم خیلی به من کمک کردین. حالا انقدر پول و قدرت دارم که میتونم پامو فشار بدم رو گلوی تابشو خفش کنم. حالا که گذاشتی، حالا که راه نفسشم بستی، دیگه دردت چیه محمد رضا؟ گاهی اوقات به آدمای اطرافم نگاه میکنم، به آدمای معمولی که دارن زندگیشونو میکنن، لذت میبرن. از خودم میپرسم پس من چی؟ من چرا لذت نمیبرم؟ ببینم همه لذت من شده انتقام از یادم، فکر و ذکرم، روز و شبم، خواب و خوراکم شده انتقام از جلال تابش. این رای خودت انتخاب کردی؟ من این راه انتخاب کردم. اما نه، من این راه انتخاب نکردم. از وقتی یادم میاد این راه فقط جلوی پام بود. اینقدر به گذشتت سرک نکش. اثره من گذشتم نیست، من از آیندم میترسم. میترسم یه روز پشیمون شم، اون وقتی که شاید راهی برای برگشت وجود نداشته باشه. خب من دیگه برم، راستی فردا بروشورهای چاپ شده رو میارم. کجا؟ خب میرسونیمه. نه شما گزه رو گرفتاری. نه شما با شهرمن خانم بریم، من ماشین رو بردم. خدا حافظ. بیا بریم، من میرسونم. خبره این پست؟ میخوای مهمونی بدی؟ آره، یه مهمونی کوچیک. بله بارونی. میخواستم امروز بهت بگم. چطوره؟ دوران نامزدی، با هم بودن خوبه؟ خوش میگذره؟ ما هنوز نامزد نکردیم، یعنی هنوز آنچان رابطه‌ای بینمون شکل نگرفته. نیازی نیست وانمود کنی، راحت باش، من تو دیگه هم دیگر میشناسیم. هادی پازوکی هم برای من تموم شده، یعنی از اولم شروع نشده بود. ولی من هنوز احساس میکنم یه چیزایی وجود داره. شاید به خاطر عذاب وجدانی که داری همچین فکری میکنی. مریم، من تا حالا 100 بار از تو معذرت خواهی کردم. خب بعض از اشتباه با معذرت خواهی جبران نمیشه. پس لطفا نگو که چیزی شروع نشده بود یا اصلا چیزی وجود نداره. هنوزم میگم همش توهم تو بود. همین توهم تو بود که آبروی منو برد.
من همین کنار پیاده میشم. اگه جلوی همه بزنی تو گوشم بهتر از اینکه هر روز منو تو ذهنت محکوم کنی. من تو رو محکوم نمی کنم، اما به همین راحتی همین قضیه رو فراموش نمی کنم. پس لطفاً وانمود نکن که منو بخشیدی. خدافظ. خدافظ. باز تو خودتو لوس کردی؟ وقتی بهت میگم بیا بالا، بیا بالا دیگه. فریبا، خواهش میکنم. من اونجا نمیام. خب من تنهایی تو اون خونه درندش میترسم. خب بیا بالا. خب بیا دیگه. یعنی بعد این همه وقت نمیخوای سر بیای خونه رو ببینی؟ یا همین الان این بچه آدم پامیشی میای بالا، یا اگه نصف شب از ترس زنگ بزنی که میخوای بیای اینجا، وقت من میدونم تو ها. بیا تو دیگه. تا تو لباس تو عوض کنی منم شام آماده میکنم.
باگت سرخ کنم یا کتلت؟ گفتم ناگت یا کتلت؟ فرق نمی کنه. نمیخوای بدونی بابا کجاست؟ هادی بهم گفته. نمیخوای بدونی حالش چطوره؟ چه جوری وانمود میکنی که اصلا برات مهم نیست؟ برای اینکه اصلا برام مهم نیست. امروز دیدمت که اومدی بیمارستان پشت در اتاق بابا. خسته نشدی؟ ادامه بدی میذارم میرم. نه واقعا، از این همه لجبازی، جنگیدن با خودت. خواهش میکنم یه بارم که شده به حرفای من گوش بده. یکی دیگرم غیر خودت آدم حساب کن. بس کن. میدونم تهش میخوای منو به کجا برسونی. به کجا برسونم؟ چرا نمیبخشیش؟ چرا بر نمیگردی پیشش؟ فریبا، یه دقیقه وایسا. فریبا میای یا تنها برم؟ دوره قرصایی که داده بودم تموم شد؟ من فکر میکنم هیچ فرقی با قبل نکردم. داروی جدید برات مینویسم. خسته شدم از این همه قرص و دارو. همون اولام که پیشم اومدی بهت گفته بودم باید صبور باشی، مسئله تو ریشه داره، با یه جلسه ده جلسه که درست نمیشی. دیشبم قرص خواب خوردی؟ کابوسم دیدی؟ همون کابوس همیشه گید. دست دستر هم بر نمیداره. برای اینکه تو ناخودآگاهته، تو فقط داری سرکوبش میکنی اما نمیتونی از بین ببریش. به همین دلیلم هم تو خواب میاد سراغه. فقط میخوام از شرش خلاص شه. خلاص میشی. خب کجای داستان بودیم؟ دوران دانشجویی، آشنایی با همسرت. اصلا دلم نمیخواد اون دوران مرور کنم. نباید ازش فرار کنی. حالا بگو ببینم چطور با همسرت آشنا شدی؟ من خیلی اتفاقی با امیر آشنا شدم. تولد یکی از دوستان بود تو کافی شاپ. اون موقع خیلی سخت گیر بودم. به این آسونی‌ها از کسی خوشم نمیومد. برای انتخاب دوستای معمولیم هم سخت گیر بودم. اما نمیدونم چی شد که یه هم فکر کردم امیر با بقیه آدم ها فرق میکنه. امیر درس و دانشگاه رو ول کرده بود چون به قول خودش نمیخواست سلوک شخصیش با چرندیات آکادمیک منحرف بشه. اون دانشجو نبود اما از خیلی از همدوره‌ای پرمدعای من سرتر بود. ببینید، من همونطور که به یه فرمالیست اعتراض دارم،
همون نقدم به هنرمندی دارم که سرشار از معناست ولی نمیتونه کیفیت هنری خلق کنه. این نقدم صرفا هم در مورد هنرمند ایرانی نیستا، تو همه جای دنیا صدق میکنه. من خودم همین چند پیش تونستم برم بینال ونیزو ببینم، البته با هزار قرات و قوله، ولی خب عشق دیگه، کاریش نمیشه کرد. چه خوب، فوق‌العاده بود. فکرشو بکنین کل ونیز تبدیل شده به یه نمایشگاه بزرگ. 150 هنرمند از 88 تا کشور دنیا جمع شده بودن اونجا. نمیدونین چه تجربه بی‌نظیری بود. فکر این که یه نفر با هزار بدبختی پول قرض کنه و برای دیدن یکی از مهمترین اتفاقای هنری دنیا بره ونیز منو سر ذوق می آورد. هر روز بیشتر جذب ایده های تازه و نگاه پرشورش به زندگی می شدم. امیر بعد از ول کردن درس و دانشگاه با کمک چند تا از بچه های قدیمی دانشکده هنر یک کارگاه هنرهای تجسمی تأسیس کرده بود. نظام آموزشی هنر توی ایران یه نظام خلاقانه نیست. هنر آدم عاشق میخواد، نه آدم علکی خوش کافه نشین. به نظر من باید هنرهای تجسمی رو از گالری های شمال شهر تهران بکشونیم تو دل جامعه، بین مردم عادی. اینجوریه که میشه هنر رو در جامعه نهادینه کرد. وگرنه با حرفای کافه‌ای و روشنفکری و حرفای از سر دلخوشی نمیشه هنر رو آورد تو بین مردم. امیر واقعا عاشق بود، عاشق هنر، عاشق زندگی، عاشق آدما. منم عاشقش شدم. اما بابا مخالف بود. اون روزا درگیر یه کارایی بود که من هیچ وقت نفهمیدم چی بود. عصبی می شد، به هم ریخته بود، با همه دعواش می شد. انگار از یه چیزی می ترسید. اینم از سفارشای امیره. دمنوش گلگاف زبون و بهلیمو. برای سردرد معجزه می کنه. بفرمایید. من چیزی رو از بابا قایم نمی کردم. ماجرای امیر رو هم از همون اول بهش گفته بودم. مخالفتش رو به زبون نمی آورد، اما من از رفتارش می فهمیدم که راضی نیست. پدر مادر من سالها پیش فوت کردن. در واقع من پیش عمه و شوهر عمه‌ام بزرگ شدم. من یه ویژوال آرتیستم. در واقع ویژوال آرت یه تلفیقی از هنر و تکنولوژیه. بابا اون روزا به شدت درگیر مسائل کارخونه بود. با اینکه 2 سال از مرگ مامان میگذشت نتونسته بود با این قضیه کنار بیاد. فکر کنم به خاطر اختلافاتی که با مامان داشت و اون اواخر شدت گرفته بود احساس گناه میکرد. خیلی ممنون. خدا نگهدار. چرا بابا؟ چون اهل هنر و شغلش از نظر شما شغل نیست؟ یا اینکه چون یتیمه و پشتوانه مالی نداره؟ یا شاید کلن به نظرتون آدم مقید و با اخلاقی نیست ها؟ خب بگید مشکلتون چیه دیگه؟ چرا حرف نمیزنین؟ راستشو بهت بگم خودم هم هنوز نمیدونم. هیچ ایرادی نمیتونم بهش بگیرم، اما تو شخصیتش یه چیزی هست که خیلی آزارم میده. چی؟ هنوز نمیدونم، اما دلم باهاش نیست. بابا ببینین، شما خودتون همیشه به من میگین بی دلیل کسی رو رد نکنم. امیر آدم بی دردی نیست بابا. همینجوری از سر شکمسیری وارد هنر نشده. از این آدمایی نیست که فقط اهل نشستن تو کافه ها و گشتن تو گالری ها باشه، اهل عمله. والا نمیدونم. از دست بابام عصبانی بودم. میفهمیدم آدمایی مثل بابا نمیتونن دغدغه ها و علایق نسل منو بفهمن، اما من از بابام انتظار دیگه ای داشتم. بالاخره بابا راضی شد. Thank you.
همونطور که ملاحظه میکنین این اثر یه اثر مرکزگرا. زندگی ما پر از چیزایی بود که من عاشقش بودم. هنر، معماری، نقاشی. با دوستامون گالری میرفتیم، تئاتر میدیدیم، بحث میکردیم. خوشبخت بودیم. اما عمر خوشبختیمون کوتاه. تو چرا انقدر دیر اومدی؟ جلسه تا این وقت شب؟ بچه ها میخوان سرمنشون هم مؤسسه بکشن بیرون. چرا؟ چه میدونم، میگن سوددهی نداره، دخل و خرجمون نمیخونه، دنبال کاسبی هم دیگه، همش حرف، زره مفت. یکی نیست بهشون بگه شما که اهلش نیستین بعدی چه علیکی گندگویی میکنین؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ چی کار میتونم بکنم؟ مؤسسه رو نگه میدارم. با کدوم پول؟ چه میدونم، قرض و قول وام. نمیتونم بذارم چیزی که این همه براش زحمت کشیدم مفت از چنگم بره. نتونست. به هر دری زد اما نتونست. وضعمون روز به روز بدتر میشد. امیر بدهی بالا آورد. مجبور شدیم خونه ای که بیشتر پول رهنش رو بابام داده بود پس بدیم. حتی بعضی از وسایل خونه رو هم فروختیم. میدونستم امیر انتظار داره که از بابا کمک بخوام. اما من حاضر به همچین کاری نبودم. من اون روزا میخواستم از پایان‌نامه فوقم دفاع کنم. خیلی تحت فشار بودم. از یه طرف نگران کارهای پایان نامه، از طرف دیگه وضعیت آشفته زندگی. مایتا برای نظر رو نقشه ها. خونه هیچی پیدا نمیشه جز سخم مرغ. وقت آشپزی دارم و نمی کنم. یه سال داری روی این پایان نامه کار میکنی. خب هیچی، همه بار این زندگی رو دوش منه. منظورت اینه که منم کار کنم؟ من مشکلی ندارم، ولی پایان نامه‌ام تموم شه بعد. همه زندگی ما شده این پایان نامه تو. برو ببین آشپزخونه رو گند و کثافت برداشته، ظرفا کپک زده. چرا از جای دیگه دلخوری سر من خالی میکنی؟ چرا مزخرف میگی؟ میگم گند زندگیمون رو برداشته. مؤدب باش. 4 تا دونه ظرف کارم تموم شه، خودم میشورمشون. کی تموم میشه این کارت؟ تو چته امشب؟ ببین من از اولم گفتم اینجا خونه بابات نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه تو 30 سال توی خونه ویلایی زندگی کردی با نوکر و کلفت، من از بچگی کار کردم و با بدبختی زندگیمو گذروندم. ما هیچ وقت خدمتکار نداشتیم. حرف حسابت چیه؟ ببین زندگی ما الان سخته، ممکنه از اینی هم که از سخت‌تر بشه. خب تو نباید از زیر بار مسئولیتات شونه خالی کنی. کی شونه خالی کردم؟ خیلی جا. مثلا همین نشستن ظرفا دیگه. بی سوالیه. آره یه نمونه بهم بگو. من دارم زیر بار قرض و قله له میشم، اون وقت تو همه فکر و ذکرت این پایان‌نامه لعنتیته. مگه من بهت گفتم برو پول قرض کن؟ خودت همیشه میگفتی برای اعتلاء هنر این مملکت باید جون داد چه برسه به پول. پس چی شد اون حرفا؟ الانش هم میگم. دروغ میگی. ببین داری با اعصاب من بازی میکنی. مثلا میخوای چیکار کنی؟ تو فقط بلدی حرف بزنی. خودت شده یکی از همین آدمایی که بهشون میگی گندگو. نه چه تو خودت خیلی من مثلا... چی؟ من چی مثلا؟ بگو حرف حسابتو بزن. من چه تو فقط حرف نمیزنی؟ صبح تا شب نشستی پشت این میز من بدبخت دارم میگم. خیلی نتونستم به این وضع ادامه بدم. کم آوردم. میدونستم امیر چشه. اون میخواست من برم پیش بابا اما به زبون نمی آورد. این کار برای من سخت در این کار دنیا بود. اعتراف به این که شکست خوردم و بابا باید بیاد و زندگی منو جمع و جور کنه. بالاخره رفتم پیش بابا. سخت ترین کار دنیا.
دنیا. بابا شب قبل از عقد بهم گفته بود که به ازدواجم با امیر رضایت میده، به شرط اینکه مسئولیت انتخابم و تمام و کمال خودم قبول کنم. منم قبول کردم. آه و ناله نکردم، فقط وضعیت زندگیمونو برای شرط دادم، مثل کارمندی که داره به موافقش گزارش میده. آخر حرفام صدام گرفت. درست یادم نمیاد که بغض کردم یا نه، اما همون مقدارم برام خیلی دردناک بود. من اگه این قضیه پایان نامه نبود خودم میرفتم سر کار، نمیذاشتم وضع به اینجا برسه. تمام زورمو میزدم که صدام نلرزه. بابا تمام مدت گوش میداد و هیچی نگفت، هیچی. حتی قولی که شب قبل از عقد بهش داده بودم و بروم نیاورد. الان تقریبا هیچ پولی نداریم، خیلی همه چی به هم ریخته شده. یعنی پول بود ولی خب همشو دادیم برای رهن خونه و خرت و پرتا و وسایل، و الان خیلی دستمون تنگه. منم درگیر پایان‌نامه هم، کارم که نمیتونم بکنم، امیرم که کار نداره. بابا من اون قولی که شب قبل از عقد بهتون دادم و یادم نرفته. این حرفایی هم که الان زدم گله و شکایت نیست، درد دل پدر دختریه دیگه. این پولی هم که گفتم قرض میخوام، تو اولین فرصت بهتون پس میدم. اوضاع کارخونه به هم ریخته. دست و بالم بسته است، حالا نمیتونم کمک بهت بکنم. سه تا جمله، فقط سه تا جمله، سه تا جمله ای که منو، زندگیمو، تصویری رو که تمام زندگی از بابام داشتم و خورد کرد و برای همیشه ریخت. یادم نمیاد خدافظی کردم یا نه، باورم نمیشد بابا با منم چه کاری کرده باشه. میدونستم که میدونه چقدر گفتن اون حرفا برام سخت بود، با این همه منو خورد کرد. نمیدونم چرا، اما مطمئن بودم دارم برای همیشه خونه پدریمو ترک میکنم. امیر وقتی جواب بابا رو شنید هیچی نگفت، اما رفتارش با هم عوض شد. برخلاف چیزی که میخواست نشون بده آدم حساس و زود رنجی بود. فشار زندگی هر دومونو کم طاقت کرده بود. امیر بیشتر وقتا خونه نبود. دقیقا نمیدونستم داره چی کار میکنه. دو سه تا از طلبکاراش دنبالش بودن. چند روزی رو از ترس اونا خونه مون، میگفت آدرس خونه جدید رو به کسی نداده، اما بازم میترسید. بالاخره اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. نفهمیدم طلبکار آدرس امیر از کجا پیدا کردن. جمله های بابا تو گوشم زنگ می زد. دروغ های بابا، تلافی بابا، انتقام بابا از من. بابا دیگه برام تموم شده بود، معناشو از دست داد، شد یه آدم نابخشودنی. الو بابا،
اوضاع کارخونت به هم ریخته است؟ دست و بالت بسته است؟ الان نمیتونی کمکم کنی نه؟ دیگه هیچ وقت نمیخوام کمکم کنی. امیر رو برداشتم بردن زندان. حالا میتونی با خیال راحت بگی شوهرت همونی بود که من بهت گفتم؟ نمیتونم امیر. یعنی چی نمیتونم؟ خودم یه کارش میکنم. مثلا چی کار میخوای بکنی؟ طلاهامو میفروشم. تازه پول رهن خونم هست. فکر میکنی اینا رو هم چقدر میشه فریبا؟ ببین من از یه طرف کلی شهریه به این هنرجوان بدهکارم، از اون ور بعد حق و تدریس یه سال مدرسا رو بدم، به خاطر این نمایشگاه کزایی هم که کلی بدهی بالا بردم، واسه خاطر همین هاست که الان اینجا. میدونم گند زدم، اما حالا میگی چی کار باید بکنم؟ من با طلبکارات حرف میزنم، ازشون مهلت میگیرم. اونا اگه مهلت بده بودن به خودم مهلت میدادن. من نمیتونم برم پیش بابام امیر، بفهم. فریبا بردار گوشیو، گوشیو بردار. فریبا خواهش میکنم منو تو این وضعیت تنها نذار. منم خواهش میکنم یه خورده تحمل کن. تحمل کنم که چی بشه؟ که یه سر سوزنم پای حرفایی که میزدی مونده باشی. فریبا 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 خواهش میکنم برگرد. به هر کسی که میشناختم زنگ زدم تا شاید بتونم ازش پول قرض بگیرم، اما نتیجه چندانی نداشت. طلاهامو فروختم. به صابخونه گفتم که پول پیش خونه رو پس بده. بفرم. ممنون. 3 هفته طول کشید تا صابخونه پول پیش رو پس بده. 10 روز ازش مهلت خواستم تا خونه رو تخلیه کنم. نمیدونستم کجا باید برم. بالاخره یکی از آشناهای قدیمیمون که کارمند بانک بود و قضیه به گوشش رسیده بود با هم تماس گرفت. گفت میتونه یه وام با مبلغ بالا برام جور کنه. با اون وام میتونستم تقریبا همه بدهی های امیر رو بدم. فقط 1 هفته باید صبر میکردم. درست وقتی که فکر میکردم همه چی داره خوب پیش میره، همه چی از هم پاشید. یعنی چی؟ آقا من امروز میتونم بیام ببینمش؟ آقا تو رو خدا خواهش میکنم، خیلی ممنون. از زندان زنگ زدن گفتن حال شوهرت خوب نیست. از همونجا رفتم زندان، میخواستم خودم خبرهای خوشو بهش بدم. امیر حاضر نشد منو ببینه. به مسئولای زندان گفتم که قضیه وامو بهش بگم. یه هفته بعد وام جور شد. خوشحال بودم از اینکه تونستم خودم از پس این مشکل بر بیام بدون کمک از کسی. روز ملاقات نبود. زنگ زدم به افسر نگهبان زندان، میخواستم با امیر حرف بزنم، ازش بپرسم اول سراغ کدوم یکی از طلبکارا باید برم. سلام قربان، من میخواستم با آقای امیر سامع صحبت کنم. بله. آزاد شده؟
بله. ممنون. فهمیدم صبح همون روز یه نفر که من هیچ وقت نفهمیدم کیه رضایت طلبکاراشو جلب کرده و قاضی حکم آزادی امیر رو صادر کرده. نمیدونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت. نمیدونستم کجا رفته. چرا بهم خبر نداده؟ سلام. نمیتوانم بگویم که روزهای زندان بر من چه گذشت. تلخترین روزهای زندگیم. تلختر از طعم یتیمی و فقر در تمام سالهای کودکی و نوجوانی و جوانیم بی‌اعتنایی و سخت‌دلی تو بود. آن همه که حاضر نشدی به خاطر من غرورت را زیر پا بگذاری و دوباره به دیدن پدرت بروی. این موضوع آنقدر برایم ناگوار است که دیگر تاب دیدن تو را ندارم. نمیخواهم تصویر زیبای تو هرگز برایم بشکند و فرو بریزد. تو را برای همیشه به یاد خواهم سپرد مثل خاطره این مه گرفته از یک صبح پاییزی. اما دیگر نمیتوانم ادامه بدهم. ساده بگویم، چینی را که تو شکستی دیگر نمیشود جایی بند زد. امروز صبح به لطف یکی از دوستان قدیمیم از زندان آزاد شدم و با لطف همو عازم سفرم. یک سفر طولانی و شاید بی بازگشت. نمیدانم، شاید باز هم دیگر را دیدیم، شاید دوباره عاشق هم دیگر شدیم. در عرض چند دقیقه بزرگترین موفقیت زندگیم تبدیل به شکست شد. باورم نمیشد که بهترین آدمای زندگیم اینطور بی‌رحمانه تنهام گذاشته باشن، پدرم و همسرم. تو اون لحظه حس آدمی رو داشتم که توی زلزله همه خانواده‌اش رو یه جا از دست داده باشه. امیر برای همیشه از زندگی من رفت. شاید پدرت اون موقع واقعا پولی نداشته. همون موقع چند تا دستگاه قالب‌گیری از آلمان وارد کرد، اونم چند صد هزار دلار. خب فکر میکنین چرا بهت کمک نکرد؟ چون از امیر خوشش نمیومد؟ به امیر حسادت میکرد، این همه باباهایی که نسبت به دخترشون حس مالکیت دارن. یعنی اینقدر خودخواهی که بخواد تو رو قربانی حس مالکیتش کنه؟ همه خودخواهن، منتها تو هر کسی به یه نحوی بروز میکنه. قدرت، ثروت، شهوت، مالکیت. بابام توقع داشت من همیشه همون فریبایی باشم که میپرستدش. همینجوری هم منو برای همیشه از دست داد. فکر نمی‌کنی تو هم پدرتو قربانی شکستت از امیر کردی؟ امیر تو رو ترک کرد، نه پدرت. چرا، پدرم هم ترکم کرد، دقیقا همون موقعی که بهش احتیاج داشتم. همون موقع بود که احساس کردم یتیم شد. خب دیگه قرصای خوابتو نخور، برات قرصای جدید می‌نویسم. تو احتیاج به دارو درمانی داری؟ به هیچ وجه هم نباید پشت گوش بندازی. این دارو هم تو دراز مدت اثر میکنه، اما اگه نخوری وضعیتت بدتر میشه. حتی ممکنه برات یه اختلالاتی پیش بیاد که از کنترل منم خارج بشه. پلیس فیلم همه دوربینای کارخونه را از حراست گرفته. آقا یکی از بچه‌ها دهن وا کرد. یه آدم بود توی این پرونده که سرنخ ماجرا بود. درست روزی که قرار بازجویی داشتیم یه وانتی بهش زد و کشتش. گاهی به پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا.
بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو، هر بار سمت آدم و دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبله دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن، من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم، دستامو محکم تر بگیر، من بی تو میمیرم. من فکر میکردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیکتر هستی، من بد شدم چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدیها چشماتو بستی. ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم، وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم، از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.